مهر انسان به دل، مهر ایران زمین، گشت آیین ما برتر از خدا و دین. میرسد به گوش ما این صدا و این نوا، رو به سوی روشنی با صدای آشنا، با صدای آشنا. میرسد به گوش ما این صدا و این نوا، رو به سوی روشنی با صدای آشنا، با صدای آشنا. مهر انسان به دل، مهر ایران زمین، گشت آیین ما برتر از خدا و دین. مهر انسان به دل، مهر ایران زمین، گشت آیین ما برتر از خدا و دین. مهر انسان به دل، مهر ایران زمین، گشته آیین ما برتر از خدا و دین. یک ایران سپاس، یک ایران درود به همه عزیزانی که اکنون به پای این برنامه نشستن یا بعدن ما رو میبینن. امروز یعنی 24 اسفند که برابرش میشه 14 مارچ، در ایران ما یک اتفاق زیبا و بزرگی است. یعنی طبیعت کسی رو به این مملکت داد به عنوان یک کودک، کودکی که در سفر از سوادکو، از آلاش، وقتی که می آمدند به طرف تهران مرده بود. یعنی انقدر ناامید شده بودند که حتی داستانش بسیار قویه. در مردن این بچه شکی نیست، داستانی که بسیاران تعریف کرده بودن. اما دو گروه هستن، گروهی میگن دادن به اون قهوه خونه‌ای که درش به اصطلاح رفته بودن، غذایی خورده بودن، نوشیدنی خورده بودن، استراحتی کرده بودن که دوباره ادامه بدن گرم بشن. تو اون سرما بچه رو میدن، وقتی میبینن مرده بچه رو میدن که این بچه رو بعدن که یخ آب شد بتونه او دفع کنه. یه پولی هم بهش داده بودن که مادر میانه راه دیگه طاقت نمیاره. یعنی وقتی که یک مقدار از اون دهکده دور میشن مادر طاقت نمیاره، میگه من بچه‌مو میخوام. بچهش رو میره بر میداره میاره و این بچه از گرمای بغل مادر بوده، مادر بچه زنده میشه. این خیلی داستان جالبیه، یعنی از اون داستانهای هزار و یک شب میتونه باشه. و اون شخص در چه زمانی میاد به فریاد این مملکت میرسه؟ در زمانی که در سروده شاهنامه رضا شاهی که الان تقدیمتون میکنم تمام این بخش ها رو، یعنی چگونه به قدرت رسیدنش، چه کارهایی در طول قدرتش کرد و پیامی که از دل گور به آیندگان میده که ما امروز چطور میتونیم باشیم، پیشنهادی که میکنه. اما چیزی رو که میخواستم با شما دوستان قسمت بکنم این بود که در این سروده آخرین بیتی که میاد، من دیدم چقدر این جانانه است،
که به عنوان اولین بیت ازش استفاده بشه، که بعد از سروده شدن تمام ابیات این شاهنامه رضا شاهی، نهایت این بیت آمد که ای که ویران کرده ای از جه آرامگاه او، کی توانی صد شوی بر نسل ما در راه او. این نسل ما، حالا نسل پیشین، نسل حال، نسل آینده یا نسل آینده تر خواهد بود. از دل شهنامه می آمد تو گویی آن سوار، آن رسول صبحگاهی، مرد جبهه، مرد کار، مرد دوران نوین، یا آن سوار برد رنج، سرگروه فوج قزاق است، مقامش میر پنج. ریشش مازندرانی بود و از البرز بود، بودنش بر پیکر خصم وطن چون گرز بود. از سوادکوه آمده، از سوادکوه آمده، اما سوادش بوده کم، با همین اندک سوادش داده جانی بر عجم. چرا که رضا شاه خودش بانی ایجاد دانشگاه تهران بود، او سواد آکادمیک نداشت. اما این کسانی که میان میگن مثلا بی سواد بود، میگن بی سواد بود، شما حالا حسابشو بکنید، این طرف بی سواد بود و تونست این کشور رو به اونجا برسونه. خجالت بر شما سواددارانی که به دنبال خمینی را افتادید، خجالت بر شما. او بی سواد بود و اون کار رو کرد، شمایی که با سواد بودید چگونه از سوادتون استفاده کردید؟ جالبی کار رضا شاه در اینجاست که نخبگان دوران رو به گرد خیش جمع میکنه. در مورد رضا شاه چجوری به دنیا اومد، چجوری حکومت کرد، چه کرد، چجوری رفت، اینا همه بسیار گفتگو شده. اما نکاتی که لابلای این اشعار هست که او این درایت رو داشت که این انسانهای رو به گرد خیش جمع کرد، چون رضا شاه تنها که نبود، این گروهی رو که به گرد خیش جمع کرد و خودش شد نخ سلسله این الماس‌های دوران. در حقیقت هنر رضا شاه در این بود که زمینه‌ای رو برای رشد اندیشه و افکار بزرگانی مثل احمد قوام، مثل بسیاران، تیمورتاش بود، بسیارانی بودن که حالا بخوایم نام ببریم لیست بلندی میشه، تقی‌زاده‌ها بعدن آمدن و بسیارانی که در طول این زمامداری او که 16 سال به عنوان پادشاه بود و حتی 4 سال قبلش هم مملکت دست او بود، وگرنه احمدشاه که عاشق این بود که مدام به خرج پولی که لندن به کردیت ایران، به وامداری ایران، یعنی ایران بدهکار میشد به انگلیس و انگلیس پول میداد به احمدشاه که او بره مسافرت. و وقتی هم که احمدشاه در پاریس میمیره، 75 میلیون دلار اون زمان ثروت داشته. قبل از اینکه شعر رو ادامه بدم این جمله رو هم بگم، تنها سلسله، تنها پادشاهی که در ایران بعد از اسلام به قدرت رسید و کسانی رو که قبل از او سر قدرت بودند نکشت، یعنی انتقام گیری نکرد، تا سلسله قاجاریه. خب میبینیم که چه کرد آقا محمد خان قاجار. کله پادشاه پیشین رو برمیداشتن میوردن زیر پله کاخ خودشون دفن میکردن که به اصطلاح هر روز برن. تنها کسی که این کار رو نکرد رضا شاه بود، یعنی با روی کار آمدنش فضا رو دگرگون کرد. بریم ادامه شعر رو بخونیم.
بله. گفتیم از سوادگو آمده، اما سوادش بوده کم، با همین اندک سوادش داده جانی بر عجم، خیزشی داده به ایران و به ایرانی، که ما نام او با افتخار آریم و گوییمش سنا. آمده در لحظه ای که مام میهن ناامید، چشم خود را بسته و از عمر باقی هیچ دید. دیگرش نامانده بر جان نای حفظ کودکان، زان خیانت نامی که بسته شد در نخجوان. ترکمنچای گلستان کار دیو و کار دد، قلب میهن را شکسته این خیانت تا ابد. فراموش نکنیم که رضا شاه ارثش دو قرارداد هم بود، علاوه بر این که سلسله ننگین قاجار ایران رو ویران کرده بود، بخشهایی از ایران هم جدا شده بود. یعنی مردم اینطور سرخورده هم شده بودند که وارد میشن به دوران نوین رضا شاهی. ناگه هم ما در دل شوری به پا شد زین خبر، در دل مام میهن شوری به پا شد. ناگه هم ما در دل شوری به پا شد زین خبر، کودکت آمد ببین دوران غم آمد به سر. بر لبش بنشست لبخندی ولی از ضعف جان، یا از آن احساس زیبا بست یک دم دیدگان. مادری که به ویژه رستمینه در واقع چیزی بود که برای نخستین بار، اینه که بعدها به خطا بهش میگیم سزارین، در حقیقت رستمینه است. رستم اولین بار این گونه به دنیا آمد که در شاهنامه میخونیم. حالا یه کسی مثل سزار که برای اروپایی ها سالها قرنها بعد به دنیا میاد، از اون طریق اینها اسمشو میزنن سزارین و ما هم به خطا اون رو بر میداریم، در صورتی که حالا مادری که به فرم رستمینه کودکش رو به دنیا میاره از ضعف بسیاری برخورداره، اما همین که بهش میگن فرزندت زنده است، یک خوشنودی الهی در تن و جانش مینشینه و از فرط خستگی چشماش رو میبنده. حالا چرا رستمینه رو مثال زدم؟ به خاطر اینکه هر کسی داشت پهلوی این مادر رو پاره می کرد که بخشی از این سرزمین رو ببره با خودش. پاره های پیکرش هر پاره را کشان کشان، سوی بخشی می کشیدن دشمنان و جا کشان. بشنو از مازندران کس چشم این ناپاک روز، همچو تورانی که می گوید زانان پیر توز. چون شغالانی که استاده به مرگ آدمی، تا فرود آید به خاک از ترس این تومه دمی. یاز خزعل گویم و استان خوز و از خلیج، همچو گرزی بر سر مام وطن گردیده گیج. از دگر سو هر یکی یک نقشه می دارد به سر، تا که عمر این کهن ایران ما آید به سر. آمدم ما این سوار بر چهرش گرد و غبار، همراهش مردان کاری 1000 بس استوار. چون به تهران میرسد گوید که فرمان میدهم، از پس فرمان خود جان گیرم و جان میدهم. عاشقان گفتند که آمد رستم و اسفندیار، از دل آتش برون شد بار دیگر شهریار. چون سیاوش همچو ققنوس از درون نار شد، بار دیگر مام میهن خفته بود بیدار شد. شد به جنگ با دشمنان با دست خالی تن به تن، مرد میدان زاده رودابه بود و تهمتن. از شمال و از جنوب تا غرب و شرق این دیار،
غرق امنیت شد از افکار او اردوی کار. شاه کشور بی تفاوت در پی امیال خود، احمد آقای قجر در فکر یار و مال خود، تا به آن روزی که رفت با خرج لندن سوی آن، بهترین جای جهان بود بهر آن شاه جوان. مجلس ایران در آن دوران به یک تصمیم خود گفت باشد میر پنج شاه و رضا هم شاه شد. مهر او بر مام میهن بود آن گونه قوی، که از پس نام رضا آورد نام پهلوی. این رو می شنیدیم بارها که سردار سپه یا صدر اعظمی که بعد شد، تصمیم داشت بعد از رفتن احمدشاه از ایران و برکناری سلسله قاجار ایران رو جمهوری بکنه. اما آخوندها از ترس این که مبادا ایران جمهوری بشه و مثل ترکیه بشه و رفتاری که آتاتورک، به ویژه این که تنها سفر رضا شاه هم به ترکیه بود، رفتاری که آتاتورک با آخوندها داشت در جمهوری هم با آخوندهای ایران انجام بشه، پشت کار رو گرفتن که نه، بایست پادشاهی باشه. و بعد مثال هایی می آوردن آخوندها که هیچ وقت بی مثال نیستن. مثال می آوردن که وا حسینایی که می آوردن می گفتن آی ما مگه از مورچه کمتریم؟ ما که اشرف مخلوقات هستیم، مورچه ها ملکه دارن، ما شاه نداشته باشیم. ببینیم مثلا این مثال آخوندیه، ما شاه نداشته باشیم، چون اینها از سامانه پادشاهی هیچ چیز نمی دونستن. آخوندها همواره با سلطه و سلطان و سلطانگری سرکار داشتن و هرگز به غیر از دوران پهلوی با شاه و سامانه پادشاهی سرکار نداشتن. به خاطر همین همواره فکر میکردن که وقتی سلطان اینجا باشه، اونها هم آنچنان که شاه عباس اونها رو وارد دستگاه سیاست کرد، اونها هم میان وارد میشن و همواره همراه هستن. به خاطر همین دفاع میکردند از سلطنت، چیزی که به نظر من زشت‌ترین کاری است که میتونه توی یه مملکت اتفاق بیفته که سلطنت ادامه داشته باشه. چرا؟ چون سلطنت از سلطان و سلطه میاد. اما شما وقتی از سامانه پادشاهی سخن میگی، اونجاست که فر کیانی، یعنی همون اعتمادی که ملت به شخصی به نام پادشاه هدیه میکنن، تا زمانی که اون شخص توانایی حمل این فر کیانی رو داره، بر اون پست و مقام تکیه میزنه و به غیر از اون در سامانه پادشاهی وقتی پادشاهی فر کیانیش رو از دست میده کنار میره. چرا؟ چون ملت دیگه بهش اعتماد ندارن. اما در سلطان و سلطانبازی و سلطگری و آخوندیزم همچین چیزی وجود نداره، آنچنان که میبینیم چند ساله که آیت الله خامنه‌ای در قدرت نشسته بدون رأی مردم. بدتر از اون جنتیه که دیگه داره کلکسیونر استخون میشه ولی هنوز سر جاش نشسته. بله، شعر ادامه میده. عاشقان گفتند که آمد رستم و اسفندیار، از دل آتش برون شد بار دیگر شهریار.
چون سیاوش همچو ققنوس از درون نار شد. بار دیگر مام میهن خفته بود، بیدار شد. شد به جنگ با دشمنان با دست خالی تن به تن. مرد میدان زاده رودابه بود و تن. مجلس ایران در آن دوران به یک تصمیم خود گفت باشد میر پنج شاه و رضا هم شاه شد. مهر او بر مام میهن بود آن گونه قوی که از پس نام رضا آورد نام پهلوی. شد رضا شاه و نشست بر تخت و فرمان داد باز، در زمانی سخت در یک راه پر پیچ و فراز. زان پس آمد دوره سازندگی از همتش، لحظه ای غافل نشد سیراب ناگشت زین آتش. در خفا اما که دشمن در کمین و انتظار، در پس دیوار دین در حوزه های پرزمار. ساز آهنگ مخالف کوک می کرد تا که او دست دشمن را بدید در حوزه بعد از جستجو. آنگه از نیروی اندیشه شجاعت ها نمود، ریش ملای بدندیش آمدن در نار و دود. زان پس آمد دوره آزادی زن از حجاب. این بخش بسیار بسیار هم دوران مهمیه و هم بخش مهمی در این سروده هست، که این نبود که رضا شاه یک دفعه بیدار بشه و بگه خیلی خوب فرمان میدم که از فردا کشف حجاب بشه و به زور حالا یا به قول معروف هر اتفاقی که میخواد بیفته زنها بی حجاب بشه. نخیر، از دوران ناصرالدین شاه زنهای پیشرو و آوانگاردی بودند که کشف حجاب میکردند، از جمله قرة العین که حتی جانش رو گذاشت. معروفه که دو یا سه بار حتی ناصرالدین شاه ازش خواستگاری میکنه و اون میگه تو کسی نیستی که از من خواستگاری، و چقدر زیبا، من که نمیام زن تو بشم، که جانش رو میده اما باورش رو نمیده، نگاهش به زندگی رو نمیده، نمیفروشه. چنین زنهایی در جامعه بودن. و بعد شما میایی میبینی شوهرها ایرج میرزا چقدر اینها بر علیه حجاب حرف میزدن. اونها هم رفته بودن ترکیه رو دیده بودن. فقط هم ترکیه نبود، حتی زمانی که ملک ثریا از افغانستان میخواست با شوهر پادشاهش بیان برای ایران بی حجاب بود، که آخوندها، اون زمان هنوز این اتفاق نیفتاده بود، کشف حجاب در ایران اتفاق نیفتاده بود، که آخوندها تو سر کلشون میزدن که رضا شاه رو مجبور بکنن که نذاره این زن بی حجاب به ایران بیاد. اما رضا شاه آنقدر درایت و شجاعت، این درایت و شجاعت وقتی با هم دیگه مخلوط میشه و در پسش خردمندانی رأس قدرت هستن، اینها همه با هم دیگه به قول آلمان ها یک اینسترومنتی میشن، یک دستگاهی میشن که این نظامشون ده ساله پهلوی اول رو به وجود میارن. و رضا شاه اجازه میده ملک ثریای افغانستان بی حجاب میاد و خیلی هم خودش هم تعجب میکنه. اینو فراموش نکنیم دوستان که ما اونقدر شیعه زده 1400 ساله و به ویژه 400 ساله گذشته از شاه عباس به این طرف هستیم که در هر پست و مقامی که باشیم ریشه ما در گنداب شیعه زدگی غرقه. رضا شاه هم همین بود. اما اگر تو دانسته های روز به روزت رو بیاری استفاده بکنی و هر روز یک سانت خودت رو از این گنداب دور بکنی، مدت زیادی نمیگذره که تو حداقل جسم فیزیکی خودت رو از این فاضلاب، از این کثافت دوران بیرون کشیدی و بعد شروع میکنی به روح و روانت رو تمیز کردن، پالایش کردن. اینجاست که رضا شاه
حالا به اون نقطه هم میرسیم که ارزشمند میشه که بین احساس و بدآموزی های دوران زندگیش و عقلانیتش عقلانیت رو انتخاب میکنه و نرخش هم میده. ادامه میدیم. زان پس آمد دوره آزادی زن از حجاب، خصم بیچاره دیگر این کار را ناورده تاب. آنچه وی را می کند در چشم ما والا مقام، جنگ بین حق مردم باشد و حفظ مقام. گرچه وی خود بود قربانی دین پرنهیب، می کشد میهن برون از چنگ طوفان مهیب. بهر این کار گران بگذشت از احساس خود، دختران و همسر خود را چنان الماس خود. بی حجاب آورده بیرون تا به چشم دیگران، سمبولی باشد برای مردم از حق زنان. اینجا ارزش رضا شاه نمایان میشه که بین بد آموزی های دوران و اون فشارهای روح و روان دینی که تو همه ما گفتم هست و منطق و اینکه فردای ایران احتیاج به آزادی این 50% دیگه جامعه داره، عقلانیت رو انتخاب میکنه و قدم میذاره در اون راه. اما معروفه که حالا میگن زمانی که رضا شاه همسر و دخترانش آورده بود که در دانشکده افسری دختران گویا که دختران اونجا هم بیهجاب بودن، بیهجاب وقتی میگیم خب حالا مثلا روسری نداشتن دیگه، شاید یه کلاه فرنگی سرشون بود و اینها، ولی خب حرکت بسیار بزرگی بوده. امروز شاید بخندیم اما برای اون زمان یک حرکت بسیار بسیار بزرگی بوده که این عمل اتفاق میفته. رضا شاه زیر لب میگفته ببین من چقدر بی شرف بی غیرت هستم که زن بچه‌م آوردم بی حجاب جلوی مردهای دیگه قدم میزنه. این اون زاویه دومیه که گفتم شیعه گری در ما خانه کرده، اما غلبه میکنه به اون. گوش بکنیم قسمت بعدیش رو. با خودم ما از تعصب گفت و پرسید از شرف، پاسخ آمد بی شرف آن است که باشد بی طرف. پاسخی که روح و روان خود رضا شاه به خودش میده. با خودم ما از تعصب گفت و پرسید از شرف، پاسخ آمد بی شرف آن است که باشد بی طرف. این قدم باشد اگرچه اندکن در دیدگان، تا ابد اما شود حق بر دل آیندگان. آنکه باشد از پی حق و حقوق مردمان، کی به دل دارد هراس از خنجر نو مردمان. این زمان آمد برون از حوزه دست انگلیس، نعره می زد حجت الاسلام پست و کاسلیس. شاخشان اما شکسته گشته با دست رضا، آمده دوران کار و فصل تغییر فضا. ارتشی آورد و دانشگاه و بانک و دادگاه، شاه ایران دوست با این همتش جاوید شاه. ریل راه آهنگ که باشد معجزه با دست او، شرح آن را خواندم بس بارها و مو به مو. در زمانی اندکان ایران دوران قجر، گشته آزاد و برون گردیده از عصر حجر. از پی مردان زنان دوش به دوش سیل روان، از خمودگی برون گشتند ایران شد جوان. بر گذرها کس نبود الاف و بیکار و زبون، چون قانونی آمده بود که سر گذرها وای میست دادن. علاوه بر این که حالا گروه هایی که میخواستن قسمت هایی از ایران رو جدا بکنن، سر گذرها وای میست دادن، مزاحم زنها میشدن و قانون آمد. بر گذرها کس نبود الاف و بیکار و زبون، تا که دنیا شد دگرگون، تا که دنیا شد دگرگون و جهان شد غرق جنون. معذرت میخوام، تا که دنیا شد دگرگون و جهان غرق جنون.
از بد بخت وطن بلوا شدن در روزگار، در جهان جنگی به پا شد، حال میهن گشته تار، ارتش آلمان نازی سوی روسیه روان، بی‌طرف شد دولت ایران میان دشمنان. خود این موضوعی هم هست که در آینده حتما باید بهش رسیدگی کنیم که چرا به ایران بی‌طرف دو کشور روس و انگلیس حمله کردند، 9 میلیون ایرانی رو درش باعث شدن بمیرن و تا امروز درآمد ندادن. بی طرف در نزد روس و انگلیس بیمرام، بی اثر بوده به هر دو قدرت بدنام نام، آمدند و سوختند ویرانه ای مانده به جا، کشته ها بر روی هم از قحطی فقر و قضا. زان که آنان با خشونت با فریب و با ریا، کار دهقانان رو بودن این سپاه اشقیا، شاهی ایران رو بگفتن گر که خواهی کشورت، چون خرابه ای نگردد پس دهی باید سرت. حالا این جالبه که میگن رضا شاه نوکر انگلیسا بود. سوال اینجا پیش میاد که آدم با نوکری که گوش به فرمان بوده، همه اون چیزایی رو که میخواستی انجام داده، این رفتار رو میکنه؟ این کینه پس از کجا میاد؟ حالا باز تو طول شعر میبینیم. ناجی میهن که با خون دل خود خانه را، در 2 سال گذشته ساخت اکنون چانه را، بس بسایید و به دشمن گفت این من این شما، بودتان بر خاک من ننگ است و در تاریخ ما، پهلوانان جان خود را دادن از جان و دل، جان دهم در راه میهن تا شود دشمن خجل. بعد از آن آمد فروغی تا که استعفای شاه، بر دل دشمن نشاند آتش و زان آردا، شاه مستعفی روان شد سوی شهر ناکجا، گر نباشد در وطن هر جای دنیا هر کجا. احمقان با بددلی گفتند شاید برده است. اینجا دردی هست در این شعر که میخوام این درد رو با شما شنوندگان عزیزم، بینندگانی که الان همراهی منید یا بعدن همراه خواهید شد، قسمت بکنم که دیگه این دوباره در تاریخ تکرار نشه و ما خادمان میهن خودمون رو این گونه باهاشون رفتار نکنیم، تنهاشون نذاریم که اونها وقتی تنها شدن شکسته شدن. همین میشه که بر سر رضا شاه آمد. چرا پادشاه ژاپن که اون همه باعث و بانی کشدار در چین بود، وقتی که میخواستن دستی بهش بزنن، میلیون ها ژاپنی آمدن بیرون گفتن از روی جنازه ما رد میشید که به امپراتور ما بخواید چپ نگاه بکنه. چطور شد بعد این رضا شاهی که آمد در طول 20 سال این کارها، این زحمتها، این انقلاب، این معجزه رو ایجاد کرد، بعد بزرگانی مثل علی دشتی، واقعا افسوس میخورم چون علی دشتی خود شخصیتی بود و بعدها در دوران پسر همین رضا شاه، یعنی محمد رضا شاه که روان شاد باد، سناتور هم شد و کتاب 23 سال رو هم نوشت، یعنی انسان بزرگی بود، او هم خدمت کرد به این اجتماع. اما در اون مقطع و در این کار احمقانه علی دشتی بود که گفت جیبهاش رو بگردیم که مبادا جواهرات سلطنتی رو با خودش برده باشه. احمقان با بددلی گفتند شاید برده است، همراه خود سنگ گوهر یا جواهر خورده است، چون فرو افتد ز اسب خویش شاه مقتدر، معدن پشه شود قلب و دهانهای کدر، می شود دوران دوباره پر ز دوز و از کلک، قصه رفتار زشت شبلی با حسنک. دوستانی داستان حسنک و شبلی رو نمیدونند، خواهش میکنم این رو حتما بخونن ببینن چه رفتاری شبلی با حسنک وزیر داشت. وقتی جیباشو میگردن
همراهش یک کیسه از خاک وطن بود و دلش خوش به آن خاک و دیگر هیچ هجوم مشکلش. همراه او دخترانش تا دیار دور دور، شاه افتاده ز اسب سینه سپر غرق غرور. او برفت تا آنکه روزی پیکرش بار دیگر سوی میهن آورد، این پیک را از شیر نر در ره عشق وطن سر را دهی کم داده ای. من خودم عاشق چند بیت در این شعر هستم که یکی از اونها اینه: در ره عشق وطن سر را دهی کم داده ای، گر بترسی از فدا گشتن بدان افتاده ای. اجازه بدید یک بار دیگه بخونمش، اینو برای دل خودم بخونم دیگه. در ره عشق وطن سر را دهی کم داده ای، چون بترسی از فدا گشتن بدان افتاده ای. گر نداری تا به عشق خانه را پس دم مزن، رو برون از جمع و شاق وطن ای لاف زن. شاه مشروطه نبود، خدا رو شکر، چون بعضی از قوانین مشروطه اینقدر افتضاحه که باید چه میدونم چند آخوند چند مجتهد نظر تایید بکنن و فلان اینا، این چیزا باید از قانون مشروطه بیرون ریخته بشه و امروز مردم دارن به زیبایی میریزن بیرون و در دوران رضا شاه هم بهش عمل نکردن خوشبختانه. شاه مشروطه نبود اما به از پیشینیان، آدم سازنده ای سودش 200 بیش از زیان. این که میپرسی چرا شاه دموکراتی نبود، چون مدام میان میگن که آقا این چرا دموکرات نبود اون موقع، این خیلی قشنگه، میگن چرا این دموکرات نبود. واقعا در اون زمان در تمام این کشورها، از همین آلمانی که من الان درش هستم، هیتلر، موسولینی در ایتالیا، استالین در کجا، و اینا همین آدم ها، این کدوم کشورها دموکراسی بود که حالا این که میپرسی، خیلی جالبه، این که میپرسی چرا شاه دموکراتی نبود، خود بگو در آن زمان فهم از دموکراسی چه بود. ملتی بیچاره از فقر و گرفتار مرض، کی تواند زان چه گویی در صدی میکرده فرض. در کجای آن زمان بوده دموکراسی که او، امر آن ناورده بر جا و شکست این سبو. این نامردیه که ما 100 سال بیایم این ور بیستیم با اطلاعات و بینش 100 سال بعدمون 100 سال پیشتر رو قضاوت بکنیم و سوال طرح بکنیم. وی یکی چون دیگران بوده که با درکی بلند، از همین خاک و همین فرهنگ ولیکن دردمند. در میان مردمی غرق خرافه های دین بوده، تا که فهم او پایش کشانده روی مین. گر رضا چون دیگران میرفت پی امیال خود، از که میکردی گلایه از پس آمال خود. بزرگان خوب زندگی میکردن در همون دوران هم. اگه رضا شاه هم میومد اوامر احمد شاه رو انجام میداد، همینطوری که پول از انگلیس برای اون میومد، برای این هم میومد زندگیشو میکرد، امروز هیچ کس نمیومد بگه چرا رضا شاه اون زمان دموکرات نبود. این خیلی جالبه که هیچ وقت نه به احمد شاه میگن، نه به مظفرالدین شاه میگن، نه به حتی به محمد شاه که مجلس رو به توپ بست و فرار کرد به روسیه، از اونجا با کمک سربازای روس دوباره میخواست به سرزمینی که پسر خودش اونجا شاه هست حمله کنه. اینا رو کسی نمیگه. گر بخواهد هر کسی روزی بسازد خانه را، دست امیال تو آتش میزند، دست امثال تو آتش میزند کاشانه را. اینو دوباره میخونم: گر بخواهد هر کسی روزی بسازد خانه را، دست امثال تو آتش میزند کاشانه را. نیک بشنو از زمان فریاد این نسل جوان، کو بخواند شاد باد روحت رضا تا بیکران. خادم این سرزمین بودی و قومی ناشناس، جای تو بنشسته اکنون با خشونت با هراس.
زان که می داند حقیقت می شود روزی عیان. وحشتی دارد ز دوران، وحشتی دارد ز دوران تو حتی در بیان. این زمان باید بدانی که ز این یک درصد است، گر جهان ما چون این است حال خوب است یا بد است. جهان همیشه با این یک درصدی ها درست شده، حتی بد هم که باشه باز دوباره با این یک درصدی ها، خوب هم که باشه با همین یک درصدی ها درست شده. البته در نامه‌ای که نانوشته ای هنوز، اشتباهی هم نمیابی خورم سوگند به روز. میرسد آوای ناجی وطن کو گویدم، حالا این رو آوای رضا شاه به گوش ما میرسه. میرسد آوای ناجی وطن کو گویدم، این سخنها را همیشه من به آینه زدم. انسانی که در برابر آینه میسه و با خودش سخن میگه این چنینه. خاک میهن هر زمان خواهد یکی هم وزن من، خواه زن باشد و حتی مرد لیک مرد کهن. گاه چون ستار باشد گاه یک دخت جوان، گاه باقرخان و گاهی یک نفر از مردمان. هر که باشد گر نباشد در دلش دلدادگی، مردمان را می کند بیچاره آوارگی. یعنی درست این زمان ما. هر که باشد گر نباشد در دلش دلدادگی، عشق این آب و خاک و مردم و فرهنگ رو نداشته باشی، بودوی دنبال ایدئولوژی هایی که از بالا و پایین و شرق و غرب وارد این مملکت شده و اونها را بخوای هی زنده کنی، این میشه که امروز 8 میلیون آواره هستیم و 80 میلیون هم داخل ایران آواره. مردمان را میکند بیچاره آوارگی. به بخش پایانی این سروده میرسیم که پیام رضا شاه به نسل های آینده است که میگه اینجا. اجازه بدید من از شما عزیزان هر زمانی که من رو میشنوید این رو برای دوستانتون هم قسمت بکنید که عزیزان بیشتری با این گفتار آشنایی پیدا کنن. اگر میپسندید، اگر گمان دارید که این حرف ها برای گوش های نسل جوان و نسل جوانتر برای فریب نخوردن مهمه، خواهشم از شما اینه که شما هم وظیفه اون بخش ماجرا رو به عهده بگیرید و این رو برای دوستانتون عزیزانتون پخش بکنید که این سروده، این شاهنامه رضاشاهی مخاطب بیشتری داشته باشه. امروزی که ملت ایران فریاد میزنه رضاشاه روحت شاد، هرچه بیشتر از اون زمان بدونه، هرچه بیشتر از کارهای او بدونه، هرچه بیشتر از افکارش بدونه، فریاد بلندتر میزنه رضاشاه روحت شاد. حالا رضاشاه این گفتار رو با ما قسمت میکنه. هرچه بودم بر جهان خود اثر بگذاشتم، بوده تا آن لحظه درکم قدرت برداشتم. من نگشتم چون امیر یا آنکه ستاری دگر، بلکه خود بودم و برخواستم از ناری دگر. این که ما مدام میگیم که یک رضا شاهی باید بیاد ما رو نجات بده، این خطاست. رضا شاه برای دوران خودش اون دوران خوب بود. همین امروز هم اگر رضا شاه بیاد به ما نمیتونه کمکی بکنه. چرا؟ چون باید فرزند زمان خودش بشه. پس رضا شاه نیست دیگه. پس یک شخص دیگریه. اینجا رضا شاه به ما میگه من هم مثل پیشینیان خودم نشدم. از اونها آموختم. اما مثل اونها نشدم. من یک ستار دیگه، ستارخان نشدم. من امیر کبیر نشدم. من کوروش نشدم. من رضا شدم. پس نباشد چاره آینده پاسخ از قدیم، هر یکی باید بگوید ما هزار و نیصدیم. خیلی بیشتر از اینها باید باشیم. بوده بهر آن زمان چون من یکی ناجی و حال، بهتر از من لازم است اکنون مگو باشد محال. گر چون این گویی نباشی هرگز از جنس رضا، کار میهن کار اندیشه و عشق است نی قضا.
اگر فرزند تو تواناتر از تو نشد، اگر فرزند تو پیروزمندانه تر از تو نشد، اگر فرزند تو مسافت بیشتری رو طی نکرد، بدون که ایرادی در کار بوده و تو نتوانستی رسالت خودت رو انجام بدی. پس من و ما همه نسل ها باید از دانایی ها، توانایی ها، تجربیات رضا شاه و ستار خان و امیر کبیر و کوروش و بزرگانی که در طول تاریخ آمدند و رفتند بگیریم و مسافت بیشتری رو بریم و بالاتر بنشینیم و ملت رو به جای بالاتری ببریم. و رضا شاه ادامه میده: چون بپاخیزی ز اندیشه بدان با مهر خود، این دگرگونی نشانی از درون بر چهر خود. پس مترس از آن که خود باشی و با صوت بلند با جهان گویی چه خواهی و چرا آری ببند. پس از این مترس که بگی من چه چیز رو میخوام بیارم ببند، به دستم به دست بیارم. پس مترس از آن که خود باشی و با صوت بلند با جهان گویی چه خواهی و چرا آری ببند. زان که این دنیا برای ساختن آمد پدید، شو چنانی که چه او عالم به خود هرگز ندید. زان که این دنیا برای ساختن آمد پدید، شو چنانی که چه او عالم به خود هرگز ندید. مجید رحیمی 19 فوریه 2020 مونیخ. این سروده که 5 سال پیش در، یعنی در سال 4 سال پیش در سال 2020 به دنیا آمد، که خوردیم به دوران کرونا و مجالس مختلفی بود که باید میرفتیم حضوری در این مجالس برای دکلمه این شعر. و البته پارسال من در هانوفر بودم در همین روز و مجلس بسیار باشکوهی بود که فیلمش هست و دوستان میتونن روی یوتیوب یا صفحه فیسبوکی من ببینن و برنامه بسیار جالب بود. امیدوارم در سالهای آینده برنامه هایی که در این زمینه بزرگ داشت رضا شاه و بیشتر توجه کردن به اندیشه او، بیشتر توجه کردن به فضایی که او آمد و چگونه با مصیبت بسیار، با بدبختی که به ویژه آخوندها براش، حالا بگذاریم از اون چیزهایی که در جای جای ایران آمده بودن قسمت بکنن تیکه تیکه ها رو، کار خزعل کم نبود. اون روزی که رضا شاه سر سفیر انگلیس فریاد میزنه که یک بار دیگه تو این گونه با من صحبت بکنی، پدر سوخته پدرتو در میارم و من میخواستم هفته دیگه را بیفتم به طرف خوزستان برای نجات خوزستان، اما همین امروز را میفتم، کمکاری نبود و را افتاد و رفت. و وقتی بهش گفتن که خزعل شهروند ماست، ببینید یه آدم بی سواد چه منطقی به خودش میاره، سفیر انگلیس بهش میگه که خزعل مورد حمایت ماست، ما مثل شهروند خودمون ازش حمایت میکنیم، حتی اگر قرار باشه نیروی نظامیمونو وارد خلیج فارس بکنیم. و رضا شاه حرف قشنگی میزنه، میگه اگر ایشون شهروند شماست که یک انگلیسیه و در ایران حرفی برای گفتن نداره، اما اگر ایرانیه و داره به شما خدمت میکنه پس خائنه. در تمام جهان با یک خائن چجور رفتار میکنن؟ و اون اتفاقی میفته که میبینه میره بدون خون ریزی خوزستان رو با درایت. البته زاهدی خیلی کمک میکنه در این رابطه و دیگه عرض کردم یک تیم، این کار تیمی رو که رضا شاه با خودش میاره روی قدرت به اینجایی میرسه که کشور در عرض 16 سال به اینجا میرسه و بعد از اون آمدیم به سال 57 رسیدیم. اما دنیا میدونه که ایرانی ذکاوت داره، ایرانی درایت داره،
ایرانی فرهنگ داره، ایرانی تاریخ داره. ایرانی زیر خاکش فقط نفت نیست، بلکه لایه لایه اطلاعات هست، لایه لایه تجربه هست، لایه لایه دانایی است. و برای اینکه ایرانی به این دانایی دست پیدا نکنه، همواره شیعه و شیعه زدگی، همواره آخوند، همواره تعصب. امروز میبینیم که چقدر تعصب مدام پمپاژ میشه به روح و روان جامعه، و بعد از اون گرسنگی، و بعد از اون بدبختی، و بعد از اون جنگ. برای به قول احمد شاملو، اگر غم نان بگذارد برای غم نان. اینجاست که دنیا داره تلاش میکنه که من و تو به خودمون نرسیم، من و تو اصلا بیزار باشیم، من و تو به خاطر کوچکترین ایرادی که در همه ما وجود داره کارهای عظیممون رو دور بندازیم، ازشون بگذریم. چرا؟ چون بنده تنفر میشیم. چرا؟ چون بنده نادانی میشیم. چرا؟ چون بنده احساس بدمون میشه. و کاری بود که رضا شاه نکرد، او نیامد بنده تنفر و تعصب و احساس بدش بشه. برای همین این چیزی شد که ما امروز از او میبینیم. در پایان این بخش، چون امروز علاوه بر این که زادروز رضا شاه بزرگ هست، سالروز مرگ فرزند من روبرت هم هست، و من فرزندم رو در این روز از دست دادم، و سرودی رو در همون زمان براش چکامه رو سرود. این چکامه که در همون زمان برای روبرت سروده شد این بود که قبل از اون، یعنی وقتی که فرزندم روبرت، یعنی فرزند ما، مادرش آلمانیه، به دنیا آمد، پدرم از شوق رفت که قبل از اون، یک سال قبل از اون اینجا بودن، رفت ویزا بگیره که بیاد برای دیدن اولین نوش، ولی در صف سفارت آلمان بود که حالش بد میشه، میبرنش به بیمارستان کسرا پارس در تهران، و متوجه میشن که سرطان داره، و پدر یک ماه دیگر در دیگه در جهان نبود. و بعد از اون فرزندم رفت که من این سروده رو گفتم که دلم در جنگ با داغ پدر بود که آورد خبر از هجر فرزند، سراسیمه دوان گشتم به هر سو، ز داغی که فلک بر سینه افکند. فغان کردم من از این بی وفایی که یاران می گذارندم در این بند، همه از یک دل هستند و بر این دل یکا یک می نهند داغی به هر چند. پدر رفت و پس از وی نور چشمم، نیامد خدشه ای اما به پیوند، مرا تنها گذاشتند و گذشتند، نمی دارد اثر بر زهر دل قند. به دل گفتم مخورقم، زان که ما هم شبیم ملحق به جمعشان شخورسند. چکید از چشم دل اشکی و دل گفت، همین است آرزویم از خداوند، همین است آرزویم از خداوند. آهنگی رو که براش ساختم و به ایران رفت، در ایران تنظیم شد و امروز تقدیم شما میکنم. دلم در جنگ با داغ پدر بود که آورده خبر از هجر فرزند، سراسیمه دوان گشتم
داغی که فلک بر سینه افکند. فغان کردم من از این بی‌وفایی که یاران می گذارندم در این بند، همه از یک دل هستند و بر این دل یکایک می نهند داغی به هر چند، یکایک می نهند داغی به هر چند. پدر رفت و پس از وی نور چشمم نیامد خدشی، اما به پیوند مرا تنها گذاشتند و گذاشتند. نمی دارد اثر بر زهر دلغم، نمی دارد اثر بر زهر دلغم. این بخش از سروده پدرم و پسرم بود که تقدیمتون کردم. امیدوارم صدا خوب باشه، خوب بوده باشه، چون از اینجا داشت صدای موزیک پخش میشد و من روی اون لایف خوندم بدون میکروفون و هر چیز دیگری که میبینید. در هر صورت من سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید و به زیبایی ها میسپارمتون. امیدوارم میهنمون هر چه زودتر داریم به اون طرف میریم، داریم به طرف آزادی میهن میریم، اما باید این اتفاق هرچه بیشتر و زودتر بیفته که ایرانمون رو از چنگ این انیران نجات بدیم و به سازندگیش دست بیازیم که ایران امروز به تک تک ما نیازمنده. مهر انسان به دل، مهر ایران زمین، گشت آیین ما برتر از خدا و دین. امروز 14 ماه مارچ 2024 در شهر مونیخ برابر با 24 اسفند 1582 ایرانی. مخلصتون مجید رحیمی. به درود تا درودی.